درود به های میدان و تای میدان خوش آمدید. ما باسد ایرج هستم و اگر شما هم عاشق وطن و عاشق زیبایی های وطن هستین، ما را دنبال بکنین و با ما باشین. دوستا، به نظر شما ما این بار کجا عزم سفر کردیم؟ می خواهیم که از کدام ولایت زیبای افغانستان دیدن بکنیم. بله، ما آمدیم به ولایت زیبا، سرسبز و دیدنی کنر، شهر سید جمال الدین افغان، شهری که قصه های زیادی را در دل خودش جا داده. دوستا، تا پایان برنامه با ما باشین، ما را همراهی بکنین، از داشته های ما هم لذت ببرین. جا داره که تشکرم بکنم از حامی برنامه ما، انرژی اتک. انسان های قدرتمند قله های پیشرفت را پیمودند. با انرژی اتک قدرت و انرژی واقعی را در پیروزی موفقیتتان دریابید و قله های پیشرفت را صعود کنید. انرژی اتک، مشت پرقدرت. خب دوستان، ما فعلا دمی دامنه زیبای ولایت کنر هستیم. صدای پرنده هاست و این سرسبزی امی دامنه است که برام از بس خوشایند بود. گفتم برنامه را از اینجا آغاز میکنیم و اما تو آهسته آهسته زیبایی ها را به شما نازنین ها هم نشان داده. میریم به مرکز ولایت کنر، شهر اسدآباد، و برنامه را آغاز میکنیم. داشته های خیلی خوب داریم. تا پایان برنامه بینده برنامه خودتان باشین و لذت ببرید. زیبایی های وطن هر قدر ازش تعریف بکنیم کم از دوستا. اینجا همین زمین هایی است که کشت کردن اجزای ما و مصروف کاروبار خود هستن و خیلی زیباست، چون اینجا دمی سمت دامنه قرار داره و هر کدامش هم تو پله به پله به می شکل ادامه داره، از جایی که دریا قرار گرفته به می شکل به سمت بالا. و خوب است که آب فراوان داریم و از این زمین ها هم همش حاصل خیز شده و همشان هم در حاصل هستن. کنر یکی از ولایت های کوهستانی و جنگلی هست که در شرق افغانستان قرار گرفته. کنر یک کلمه نورستانی بر اساس کتابی به نام کنر باستان و فیلی است که معنی آن دره زیتون می باشد. این ولایت از طرف شمال با ولایت نورستان، از جنوب با ولایت ننگرهار، از غرب با ولایت لغمان و از طرف شرق با کشور پاکستان مرز مشترک دارد. ولسوالی های دانگام، شیگل، دره پیچ، چپدره، سوکی، نورگل و تپور از جمله ولسوالی های 15 گانه کنر می باشد. و ما هم می رویم آهسته آهسته به طرف شهر اسدآباد، شهر کوچک در افغانستان و مرکز ولایت زیبای کنر. های میدان، تای میدان، بالاخره رسیدیم به مرکز ولایت زیبای کنر، شهر اسدآباد. و قسمی که میبینین زیبایی جمع و جوش هموطنهای عزیز و نازنین ما هم زیاد است. دیگر در کنار ما هم آقای جنتگل فدا، آمر سابق ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت کنر و همچنان یکی از شخصیت های فرهنگی در کنار ماست تا بیشتر در رابطه به ولایت زیبای کنر، فرهنگ، تاریخ و همچنان جاهای پنهان ولایت کنر با ما صحبت داشته باشه. فدا صاحب، اول خوب است؟ این ساعت شما خوب است؟ به خدای فضل خیر اغلاس. لمړی وزه معرفي وزه په پښتو کې وکم. د کنل پاستازوالۍ، د کنل د متدین ولس پاستازوالۍ باندې، د دغه قومونو د ټولو پرګنو پاستازوالۍ باندې تاسو ته هرکلی وایم چې دغه ښکلي کنل ته راغللی. او بیا ستاسو کتونکو ته د کنل ټول کنل د ولسونو سلامونه وړاندې کوم او نیکې هیلې وړاندې کوم. او خدای دې وکړي چې په هر ځای کې زمونږ هیوادوال وي، ښې شېبې ولري او د ژوند ښې لحظې ولري. مننه. بسیار زیات تشکر فدا صاحب. خیر اوسې. فدا صاحب، بگو برای ما ابتدا از امی که چرا اینجا را به نام کنر یاد میکنن؟ گذشته ها به کدام نام یاد میشد و چی قصه داره؟ کنر که بود در سابق اینجا نورستانیا بودن که اینجا کفرستان نامیده میشدن. این نام از دو پارچه یا دو بخش تشکیل میشدن. دو بخش تشکیل میشد. ولی در کتابای تاریخ به نام کنر آمده است، به نام کنیر آمده است و به نام کوهیس هم آمده استن و به نام کنر هم آمده استن. این دو بخش هستن،
یک کوستن و دیگه نرستن. تاریخ نویسا یا گفته استن که کنر کی هستن ای نام صحیح کنر هستن به خاطر که از نورستانیا گرفته شدن، ای لهجه نورستانی هستن، ختمش نورستانی هستن که کو میگن خون یا زیتون میگن. خون کو زیتون میگن و نل دره میگن دره زیتون. حالا زیتون هم هست در کنر یا نه؟ پیش بودن علی که مردما زیاد میشن درختار هم قطع میکنن و همی درخت ها که بودن زیتون که بودن او هم قطع کردن. پس از رو باز چغانیان اینجا چی شدن؟ میشدن چغانیان اینجا زندگی داشتن، میگوندی تاریخی که هستن دموجا بودن و همی جایی که هستن این چغان سرای جای اونجا که چغانیا چیز میزیستن این جایشان بود چغسرای نامیده میشد. مرکز اسدآباد که چغسرای نامیده میشد چې دا د سید جمال الدین د نامه سره تړلې دغه اسدآباد په نامه تقریبا منګه چې راځو دغه لومړی ساحه چې شروع کیږي کونل ته چې داخليږي د دغه خلاصه صفدرګټ په نامه باندې چرته چې زمونږ افتخار د تمام افغانستان د تمام مسلمانانو افتخار علامه سید جمال الدین افغان پیدا شوی دی صفدرګټ ورته وای او دغه نشاته یو ورکوټ کلی دی دغه ته به اسدآباد یو د ماغه اسدآباد نوم د دغه اسد سیدانو په تړخ د سید جمال الدین په افتخار دغه نوم راوړل په اسدآباد باندې کې سلو اوس په چغسرای باندې بیا دیګه په اسدآباد په دوړو نمونه باندې بسیار خوب با قسمه که ما اومدم اینجا بیشتر دوستا بعضی اسدآباد میگفتن و بعضی هم چغسرای میگفتن که برام هم سوال خلق بود و ما که گفتم که یک تاریخ زیاد و قصه های زیادی را در دل خودش جا داده و قصه هایی است که باید بیان شوه که همش از زبان فدا صاحب بشنیم. فدا صاحب برام از خود همین جغرافی های ولایت کنر بگویید که با کدام ولایت ها هم مرز است. کنر ولایت چه ده دو تقریبا دو دغه نه د کابل نه په 208 یا 210 کیلومتر ده د کابل د مرکز نه د زمنګ استاسو د هیواد مرکز دی دغه نه په مشرقي لوره کې پروت دی او دا اخیرنی ولایت دی چې زمنګ د سرحد یا د کوزی پښتونخوا سره که څه هم هغه زمنګ خاوره ده خو فرضي کرخه د پیل حال لپاره د فرضي کرخه د شرق لوري ده چې دی دا د فرضي کرخه د خیبر پښتونخوا سره دغه د باجول د مختلفو سیمو سره د چترال نرانیولي او بیا تر لوړګي پورې دغه سره سیمو سره تقریبا 115 کیلومتره دغه سره سرحد منګ لرو. همدارنګه د جنوب لوري ده چې دی د ننګرهار سره سرحد لرو، د غرب لوري نه چې دی د لغمان سره سرحد لرو، نو د شمال لوري ده چې دی د نورستان سره دغه لږ کرخه لرو یا سرحد منګ د کونړ لرو، دغه د دوه ولایتونو سره لرو او د کوزي پښتونخوا سره سرحد منګ لرو. از اقوام بګین که در ولایت کونړ زندگی میکنن په کونړ کې منګ ډیر قومونه لرو خو دغه ټول قومونه لکه څنګه چې یو بدن دی همدغه شانتي دی منګ تر دې دمه پورې هیڅ نوه مذهبي تاوتریخوالی دلته نه دی شوی، قومي تاوتریخوالی په کونړ کې نه دی شوی. دغه ټول زه چې د کونړ په استازوالۍ باندې غږیږم دغه ټول قومونه داسې دی لکه یو تن، په دې کې مذهبي تاوتریخوالی، په دې کې قومي تاوتریخوالی، ټول قومونه زمونږ افتخارات دي. دا د یوې ونې بیل بیل خاخونه دي لکه څنګه چې مثال په تمام افغانستان کې هزاره دی، ازبک دی، مونږ ټولو ته احترام لرو. دا زمونږ د وطن بچی دي او د یوې ونې بیل بیل خاخونه او د یو تن ونې دي. خداوند اجر نصیبتان بکنه. فدا صاحب دوستا ما که گفتم همو محبت و همدلی و همزبانی و دوستی تمام اجزای ولایت کنر ما اینجا پیداست، میبینید که نام خدا چقدر جمع و جوش و وطندارای عزیز ما هم زیاد شده. فدا صاحب نام خدا جمع و جوش دوستای ما زیاد شد که مشکل راه هم بند نشه با او خاطر میگم دیگه میریم همون تا آیسته آیسته ما خودت قدم میزنیم ای که هموطن های ما چی کاروبار میکنن و چی داشته هایی داره ولایت کنر یک به یک با خودت انشالله میبینیم. بخیر پسر گوبانی زو ازر ما چه سی جیو اقبا انشالله موافق خواست انشالله انشالله کار نگوی دیگه بری خودتان تنها بگردین هرچی که میکنیم. نه ما همرایتان میباشیم انشالله هرچی مکل گون ما میباشیم بخیر باشیم. دوستا قسمی که میبینین ما آیسته قدم میزنیم در داخل شهر کنر و نام خدا بیروبار خیلی زیاد است. خب فدا صاحب ازی بر ما بگوین که بیشتر هموطنای ما در این بازار مصروف چی کاروبار هستند و کدام اقلام در این بازار به فروش میرسند؟ ایرج صاحب دسته بگوی او چی وست خود نرین تقریبا یو کل جور شده در تکنالوژی پیسه بانه
پخوا به کدی سی و دلته به غزان خرڅېدل دلته به دنداسا چې دغه غاښونه پیسري کېږي دغه به خرڅېدل نور دغه لرګیو توکي به خرڅېدل ضمناً به قصابیان ورسره کېدلې دغه به خرڅېدلې نور دغه جوار به خرڅېدل غنم دا شیان به خرڅېدل وربشې به خرڅېدلې همه چیزای وطني کې بوده نینجه به پروش میرسېدن ولې بعضې چیزا کېستن کې مثال بګویم پکول کېستن د دیګه جایی قدر نیستن و دیګه بګویم کې چیزایی کې از چوب ساخته میشه او د جای دیګه نیستن د کونر هستن و دیگه چیزا کستن همه گی که در دیگه بازار هستن در کنر ما هستن دوستا قسمی که فدا صاحب گفت پکولی که در ولایت زیبای کنر ساخته میشه و همچنان صنایع چوبی که در ولایت کنر است چهار تراش هایی که در کنر است زبان زد عام و خاص نه تنها در افغانستان حتی اجزایی که در بیرون از کشور هستن برشان زبان زد است و میفهمن که چقدر شهرت فوق العاده خوب داره دیگه فدا صاحب اگر باز موافق باشه ما انشاءالله سر میزنیم به یکی از دکانها و یا مرکزی که اونجا پکولای کنری ساخته میشه از او هم دیدن میکنیم همه تو میکنیم انشاءالله جایی میریم که اونجا پکول ساخته میشه آیا این بازار که سمبندی شده نشده من که میبینم خیلی خوب است رسته ها مشخص است مثلا رسته بود فروشی است او طرف تر هم که میبینیم سیمساری است یا هم شیرنی فروشی است تمامش هم تو بخش های مختلف داره منظم نه تا بالی نشدن تقریبا دا اواخر جمهوریت ماستر پلان آمده بودن که تقسیم بندی کنند کنر و ماستر پلانی که هستن که سرکارن تقریبا پراخ بسازن ولی او تطبیق نشدن خیلی تا جایی که ایجا بچشم میخوره ایره خود حتما خودم این دوستایی که دکاندارا هستن اینا خودشان تصمیم گرفتن به خودشان تصمیم گرفت و هر کسی که در کدام جایی کدام دکان جور کردن جور کردن فدا صاحب بخیر آرزو داریم که دیگه پیشتر که خودتان گفتین دوباره مو صف بندی هم پروژهش تطبیق شود تا بازار هم یک ذره بزرگ شود و انکشاف داده شود تا از این تجمع و بیروبار کمک جلوگیری هم شود میشه در پلان هستن ما گفتم که در اواخر جمهوریت مشروط پلان آمده بودن نقشه مشروط پلان آمده بودن ولی تطبیق نشدن فعلا انشالله که امید است که مشروط پلان تطبیق شود دکانار هم تقریبا پشت سر میکنن تقریبا 20-20 متر هم یک طرف سرکشن براه میشه و دکانار هم تقریبا روز میکنن انشالله که جور میشن و سرک هم پراخ میشه و دکانار هم پراخ میشه و بس سمبندی هم خواهد شد که به جایه بود پروشی و لباس پروشی و میوه پروشی و دیگه دست صنایع دستی جور میشه انشالله خب دوستا شما هم تصاویر زیبا از مرکز ولایت کنر رو ببینین و ما و فدا صاحب هم آیست آیست میریم به امو دکان سر میزنیم کنجا امو بکول های کنری ساخته میشه بفرمایید بخیر سلام علیکم فدا صاحب بله سید این ماهیگک ها هم دیگه ماهی کنر است فکر بله میکنم زنده است یا یک رقم هم تو کلشان او خود تقریبا بیشیمه شده ایرش بگویم که ایده یک جال هستن خب خانه های کوچکی دارن شما میبینید نمی اثراتشان خب او را در شب میبنن در شب که همی مایه از یک طرف به دیگه طرف میرن در مجال برابر میشه در او چی میشه گرفتار میشه این دیگه همی مایی وطنی همی هست مایی وطنی هستن ما اینجا در کنر کسن تقریبا سی تا دریا داریم یک دریای کلان هستن که او را رسا میگن از کنر هم تاریخچه رسا خیلی زیاد و مشهورن در ولسوالی ناری از نورستان که یک سین لنده سین برش میگه یا سین کوچک و از نورستان میان در رسا یک جای میشه و تقریبا نزدیک ما که اونجا یک دریای دیگه سیوم هستن و از دره پیش میان یک جای میشه دمو دریا که دریای کلان که هستن دریای رسا دو ماهی های کلان هستن تقریبا ما پتری برش میگم ام یک نمونه ایشان تقریبا از اون هستن یک تاکی پتره دارن خب بله بله یک داپی بدن ایشان هم هستن مانند که یک لباس پوشیده باشن یک چیز او در دریا که بودن زیاد بودن اونجا باز بندی برف جور شدن در او طرف همی مایی ها که هستن که کلان هم باشن او طرف درای پیج رفته نمیدارن بخاطر اینکه اونجا بند جور شدن بسیار خوب فدا صاحب فرق از این مایی با مایی های فارمی چی هست های ایجا فارما هم ایجاد شده یا نه در ولایت کنر جور شده تقریبا 5-3 ولسوالی همی فارما جور شدن ولی فرقی یک هستن او از بند کراچی نمیفهمیم که از دریای کراچی میرن او تقریبا نمی فتره و هستن و این مایی که هستن مایی ها که هستن این چیزشان ذائقهش هم خوب هستن خوبتر مردم ها که از مهمان میان میان که ماهی کنری بریم پخته کنین
بسیار خوب، انشالله که ما بتانیم و از این طعم مایی مزه‌دار کنر هم باز بچشیم و به شما عزیزا هم بگوییم. آیستا آیستا خیلی بریم فدا صاحب ما و خودتان به طرف ما دکان پکول فروشی. میره دوستای عزیز، این هم نوش پیاز ولی بسیار چوچگک چوچگک است. فدا صاحب چرا؟ خدا خوست ایره چه بزغله ده ده به اول کیگی دخلا شیگی به یو یو دانه چی ده بیل بیل دقی کیگی آقی تا سر ورک اول کیگی ده آقی که پالت کیگی به ده گونه ده گونه گوٹی جوڑیگی آبه بازار ترده کی ده بزغله ده این چوچگک های هست که زیر دیگه همو کشت میکنن با بجای تخم ازش استفاده میکنن. فدا صاحب بس چطور است فعلا؟ هم وقت ازی است که وقت ازی است هوا خیلی سرد است کنارم. نه خو حال سر شده خو کنار تقریبا گرم است، هوا ملایم دارن. میشه مشکل نداره، یک ماه دو ماه بعد هم میشه و پیش هم میشه. بسیار خوب، بریم بخیر بخیر باشه. دوستا اینجا هم میبینین که دوستا و عزیز هست که کراچی هایی که دارن دیگه خرمای وطنی مفروشن و این طرف هم گرست و تلخان فکر کنم. نه او گرست هم او هم گرست؟ گرست خب خب رنگش متفاوتر است. چه قسم گرست هست فدا صاحب؟ بله در زینی گولی چی دیده خو زمانگ خپلا در سرکانو ولسوالی که پا خاص کنن ولسوالی که حال در جولی که زیاد خلی که به زینی مسلکی نی نو دا چې دا د زین د غنو پوریم د غنو په نسل پوریم پرخ کوي هغه نه چې هغه شربت ګوزی زین ګوړي به خلک پکې رنگکاټ ورته وای رنگکاټ پکې ورای شي دا غي رنگونه به سپین دازي زین به د سې چې رنگکاټ هم پکې نشي دا غي د غنو شکل ازین غنیم تور رنگي وشي دا غي نه به دغه ګوړه راځي کیږي زین غني چې دی به لکه خام غونتی وي دا غي نه به دسه ګوړه راځي کیږي زین ګوړي به د سې دی چې پاغي کې ازین خلک پلی مور شي چارمغز پکې ورای شي بعد مختلف هغه د اقتصاد پورې خبره ده حتی پښتن کیورا چای بعد دغه په کیورا چای دا بادام په کیورا چای دا غنه به اغه سپیشل ګوړه یا زنګړې ګوړه هغه جوړی او دغه په فرمایشی جوړش میکنه. دوستو اگر دیده باشین ما در ولسوالی کامه ننګرهار که رفتیم اونجا ګور آماده میشد رنگش متفاوت بود و این سیاست که فدا صاحبم گفت که دلیل شما است که امون شکر فرق میکنه و دا ګوړه چې دز ذاتن یخه ده نو به دا وولی په موسم کې ځنی مالونه چې ګرمي وکی مالونه ګرم شي کنه چې مال مواشي بریونه د ګرمي میتن. دوستو طعم از ګور متفاوت است یک ذره نسبت به ګور خیلی فرق داره. اگر دوست داشتین اومدین ولایت کنر از این ګورم بگیرین و طعم شبه چشین که چی لذت داره. حالا یک دانه رو چون ما کم ازش خوردم میره با خود میبره. اجازه دار ور یه بوټه در نو اخلی صحیح ده بخیر باشه. دوستو بله وقت غوره هم نیست دوستو ای بخی غوره ورسی چی است؟ ایره شب دیتا بیره وای دا دا غرونو پا غرونو پا لمن که دا بیره کیگی دا پخی که زنی به تقریبا دا غر دول تزیلی گی دیر مهم شده به یو خبر بله دا چی چه وقت که دا بیره دا چه غنیم لری بوته چی ده غنی لری چه وقت که دا گل شی دا غر دا به دا غر زنبوری اصل زنبوری اصل ازو میخورن و باز اصل میکنن. خو اصل بیر هم که میگن اصل بیر که میگن از او درخت هستن و قیمت ترین اصل هستن که از کنر و از دیگه جایا به سعودی میرن به سعودی میرن و کویت میرن و اینجا تقریبا از همه اصل قیمت زیاد که دارن یعنی قیمت چیز هستن از بیر هستن اصل بیر هستن و این هم خود میویش هست دیگه این میویش هستن یه کمیشان که هستن خام هستن شما میبینید که سبز هستن باز شکستن پختک شو باز ستو میشه زرد میشه این رقم میشه این باغ دارد چی رقم باغ نداره خودرو هست جنگلی واری هستن خودرو هست خودرو هستن و در کوها در دامن کوها
به خود به خود زرغون میشن و چی میشه به جوانی میرسن و چی میگیرن. و فکر میکنم که بیشتر در ولایت های مشرقی هست. در مشرقی هستن، در جایی هستن که کم در گرم میباشن، گرم باشه و در این عالم کوهستانی باشه، کوهستانی باشن و گرم میباشن. بفرمایید. میره بنی خب دوستان، ما فعلا هم در بازار ولایت کنر هستیم و قسمی که گفتیم ما آمدیم به جایی که دکانهای پکول فروشی است و همچنان هم اینجا پکول هم میسازن که در کنار ما هم آی صاحب شایسته است که بیشتر معلومات میده در رابطه به می پکول هایی که اینجا ساخته میشه که چند نوع پکول است و چی خوبی ها داره. ما خیجا انواع مختلف پکول دیدم. شایسته صاحب خوب است انشالله؟ صحتتون خوب است؟ سلامت باشین. شایسته صاحب از این بر ما بگو که چند رقم پکول شما اینجا جور میکنین؟ دلته مونږ درې قسمه پکولونه جوړو. دا چې دي دا خوستو باندې هم یادیږي، لغمانو باندې خو جوړیږي. په کونړ کې دلته مونږ جوړو د کونړ جوړ میشه. بله، اگر دوستان و هزای ما که در ولایت های خوست هستن و په پکتیکا و پکتیا ما دیدیم که بسر میکنن همچو پکولا را، هموطنان عزیز ما برای ما خورد است. یا چی رقم چطور معلوم میشه؟ خوب است معلوم میشه. خیلی خوب. او یو قسم دا پکولونه دي دا چترالو باندې یادی کې حکومت کې جوړیږي. خو خو ای هم در کنر جوړ میشه. در کنر جوړ میشه ان شاء الله. چطور میگی؟ ای بس خوب است ورشم. ای خوب گفتی، خوب معلوم میشه. خو خیر میمونیم بسر. یو چی دی دا ماډل دی دا خپل کنرو باندې یادیږي. خو درست. ای بوز نسبتا سبکتر هم است. جوړیږي دل تا کنرو باندې یادیږي. یک چیزی که فناس توجه مرا جلب کرد، بعض ولایت ها کس باز اینجا دوخته می باشد. دوخته می باشد، الان اینجا رواج شده. خب اینجا رواج شده. اینجا بعضی خلاص می شود، سوس می شود اینجا. خب خب به مخاطر عزیز که دیگر راحت همیشه وقت دیگر که بگیری بسر بکنیم به جنجال. آه دام گندی دیدی داشتا. آه دوستا اینه ایش کس به این شکل دوخته می شود و ایش هم کس اما تو به شکل بازش هم بکنیم دوباره پس جورش بکنیم. ای چند مرحله داره جور کردن عزیز؟ چه قسم جور میشه؟ دیکھ اول کٹائی کیگی او بیا کاریگر تا ورک لکیگی گندل کیگی بیا بل کاریگر تا ورک لکیگی چی دا تاو کی دلتا تا اول غواڑی نو بعد داغه نه بل کس چی داغه بیا دی که دا ٹاکی کئی گنڈی او گل پکی کئی تو بیا خرس تا مده کیگی. شایسته سای باس چطور از کالا دگه زمستان هم از بازار فروشتان فروشاتان؟ الحمدلله اوس خو نن سبا انشاءالله هوایا ښه ده او د دې په اساس زمونږ سودا هم ښه ده، گزاره کوي او زمونږ سات و ستیر دی، کارګران مونږ سره مصروف دي په دې باندې نو په دې د الله نه راضي یو. دا اوس ښه ده انشاءالله بازار زمونږ گزاره. ماشاءالله چند نفر اینجا کارګر دارین خودتان؟ مونږ څلور نفر دلته کار کوو. خود چهار نفر هم دیجا کار میکنه و یک لقمه روزی حلال برای خودشان و خانوادهشان هم پیدا میکنن. جا داره که تشکر بکنم از حامی برنامه ما هم انرژی اتک. بفرمایید. تشکر. انسان های قدرتمند قله های پیشرفت را پیمودند. با انرژی اتک قدرت و انرژی واقعی را در پیروزی و موفقیتتان دریابید و قله های پیشرفت را صعود کنید. انرژی اتک، مشت پرقدرت. بفرمایید. دوست چقدر نقش داره این پکولا هم از لحاظ صنایع ما اگر بگویم و هم از لحاظ چرخش اقتصادی که ولایت کنر پکولای خیلی خوب میسازه و به ولایت دیگه هم ارسال میشه، روان میشه، چقدر نقش داره در اقتصاد ولایت؟ دلته اقتصاد که مهم رول لري ځکه په منګه تاسو ول د کنر کې په ډیرو دکانونو باندې منګه وو په هر یو دکان کې تقریبا څلور کسان پنځه کسان تر لسو کسانو پورې یو دکان ته چې ورول تقریبا لس کسان په کار باندې بوخت او سازان همدغه شان شاګردان ډیر کسان بل دا چې دا په تجارتي ډول باندې ول کېږي ننګرهار ته، د ننګرهار نه کابل ته مل کېږي، د کابل نه حتی جنوبي ولایتو ته مل کېږي، په کندهار کې مستقریبا روا شوي دي، پکتیا ته وړل کېږي، خوست ته وړل کېږي. بله یوه خبره باید موږ یادونه دا وکړو چې
څو وخت چې د کونړ پخرونو کې د غوړی جوړول دود شول به د پکول د دې زنه بدخشان ته لاړلو هم دغه شانتي پنشیر ته لاړلو تر هغه وخت چې کونړ کې نو دغه شی په پنشیر کې هم دغه غنو دا د کونړ یوازینه دغه یو جوړښت دی او د کونړ یو دغه دود دی چې دا روسه دغه ته د کونړ نه روسه به بدخشان ته لاړو پنشیر ته لاړو نو اوس په دې شی چې تقریبا په تمام افغانستان کې دغه د کونړ په کورونه جوړیږي ته تمام افغانستان ته ویشل کیږي ولته ځوانان بوډاګان او سپینګری خلک نه چې زم سپینګری مزمام دود دی دلته منګه عموما دغه پکول په سر کو پټکی وسته د جنوب د مثال د قندهار او د هلمند او د نیمروز د زابل او د پکتیا ولې په کونړ کې به زمنګ ځوانان بوډاګان ټول لښ شوقین د یو دود او دستور زمنګ دي کلتور زمنګ دي هم دغه پکول په سر کو منګه بسو خوب ما که میبینم نام خدا باز د خود ولایت کونړ هم پکول زیات استفاده میشه دوستا زیات میپوشن قیمت ترین پکولی که خودت ساختی چقدر قیمتش بوده استاد خپ کول چې چترالی په نوم یادیږي دلته کونړ کې جوړیږي واغه تقریبا 1200 افغانۍ پورې هغه خرچيږي دلته خو خو په امی په کول چترالی کې چترالی نور به مسلسل هغه نه دویم نمبر بونینزا باندې یادیږي وړای دا خو خو وړای زیاته نیوزیلند راځي او دلته دی جوړیږي او هغه بیا تقریبا دویم نمبر کې راځي او دغه نمبر 2 ماس بوس دریم نمبر به کونړی پکول نه وي کونړی پکول بوس بازار ازي پکول چطور است فروشاتش خوب است او نن صبر دی بازار خده زکه چې دا زیات نوی ورونه چراغلی دي نو دی استعمال ډیر زیات کوي او خو دا دی دومره بازار نه لته حالا فعلا دیگه بازار ازی پکول هم خوب است خیلی که زیبایی خاص داره و ساختنی هم که شکلی که ساختش ساخت شما است خیلی جالب است نه جالب است و توجه بیشتر مردم رو بر خودش جلب میکنه همین است نه بخیر باشین خوشحال شدیم که دیدیمتون آرزو میکنیم که همیشه وقت موفق باشین و در کنار هموطنای عزیز دیگه‌مون در کاربارتون برکت سلامت باشین دا یو پکول زمونږ د خوانه تو په بسار کا او بسار زات تشکر قربان محبتتان قربان لطفتان بسار زات تشکر ما خو همیشه وخت گفتیم هموطنان عزیز مو لطف و مهربانی میکنن دیگه رفیق جان چطور میگی پکول مرا خوب میگه دیگه ما هم همی پکول بسار میمونیم و ادامه میتیم برنامه را بخیر آیستا آیستا زیبایی های دیگر هم تقدیم شما ایزام میکنیم خب چی کنیم فدا صاحب بخیر کجا بره تر دې وخت پورې چې زمونږ سره څومره لیدون کې دي دا وایم مننه کوم په صداباد په مختلفو دوکانونو کې وګرځیدل په هټیو کې وګرځیدل د وطندارانو سره مرکه وګړي په دوکانونو باندې نو اوس په لاړ شو ډوډۍ به خو د ډوډۍ نه برسته به د لیدونکو په خدمت کې حاضرېږو او نور خبرونه به داخته یو ګپ شوخی هم وکړم امې یک متل داره میگه شکم گشنک جنگ نمیشه خب ما میگیم کال شکم گشنه کارم نمیشه گپم زده نمیشه گپم زده نمیشه خب دوستا شما هم در ادامه برنامه با ما باشین داشتای ما باقی مانده بفرمایید سوز و تشکر غرور من نه ډیر زیات دوستا به نظرتان ما کجا هستیم؟ ما در جای دیگه نیستیم در ولایت کونر هستیم و فعلا هم آمدیم به منطقه خیلی زیبا و سرسبز و تپور جای فوق العاده زیبا و دیدنی است از این دامنه ها که گرفته تمامش سبز میزنه و این صدای آب هم که دیگه بارها گفتیم که گوش های آدم نوازش میکنه و آرامش بر ما میده همراه فدا صاحب آمدیم همینجا شیشتیم گفتیم از این طبیعت هم لذت میبریم و همونطور خوب قصه های همونطور مزدار و خودمانی هم میداشته باشیم بخی قصدر گوبننده قصه قبول خیر سره فدا صاحب بیاین بر ما از فرهنگ ولایت کونر بگوین افغانستان هر ولایت بیر بیل بیل قومونه بکی وسیگی دقا شانتی دسی با وگرنو چه دا بیل بیل قومونه منگا مخی میویلی چه دا لکه دا ونی شاخونه دی برگهای شاخستن یا گل یک گل استن بیلا بیل امیتور د بیلا بیل ولایتای که د ولایتای مختلف قومای مختلف هستند قومای مختلف است فرهنگ مختلف هستند تقریبا ولایت کونر که سنین تقریبا می فرهنگشان
نسبتا مختلف هستند و دیگه کی که کنر کی هستند یک ولایت متدین هم هستند و ولایت سنتی است بگوییم سنتی هستند بعضی از کارا کی هستند در ولایت دیگه میشه ولی در ولایت کنر نمیشه مانند کمی ولور کی میگن یا ورورا بیشتر در جنوبی زیاد هستند پانزده لکه و شانزده لکه و پنجاه لکه تقریبا بعضی کی هستند که تریلا برش میتن موتورا برش میتن ولی در کنر یک رقمی نیستن تقریبا نیستن که نکار بسته میکنن میگن که دو توله طلا میشه یا سی توله طلا با همین ترتیب که مقابل لوری چې څومره لکه د سخران کورنۍ څومره توان لري هغه که ووایه چې مثال زه په دو تولو باندې مثال تاسو سره دغه کومه دغه نکاح تړو دو توله باندې طلا باندې م کوي که مثال یو توله ووایه یو توله باندې م کوي ځینې خلک که مثال مالداره هغه ووایه چې زه لس تولې کومه نو هغه لس تولې د خلکو مزاج خو لکه دا نشته ده چې ته ماله لس لکه روپۍ راکړه او ته ماله شل لکه روپۍ راکړه دغه مسئله نشته کی بچه بیچاره پول هم نداشته باشه باز دګه بګه برادر اګه ده پانزده لکه افغانی میتی خوب که نمیتی دګه فدا صاحب از نشست های فرهنگی که در ولایت کنر برگزار میشه بر ما بگو ما که شنیدیم که بیشتر نشست ها و مشایره ها برگزار میشه از نام اگر صحبت داشته باشین بله ایران سب دسی دچی زمان پزیت ولایتونه که دسی با اویم چه منگه در مشرقی شده در دا دایل ما در پرهنگ کرده بله پا هرچه بانی اغا خپل خپل یا رواج جوسی او در اغی نامی او نامی هم فرهنگ با مردم مندگیستن مشرقی کستن خانه پرهنگ است خانه علم هستن امی قرهی که ما فعلا ششتاستیم این تقریبا امی خانه که معلوم میشه ای از یک والی بودن جمالالدین نام دکتر جمالالدین نام هستن در مواخر جمهوریت در والی شدن در بادغیس پوهان عبدالرسول امین او ما از قریه ایم هستن تقریبا وکیل عبدالخالق اخلاص هم قریه ایم هستن جندالان دارند امی قریه پوهان هم هستن خداوند حفظشان بکنه و در پناه خود نگاه با می ترتیب شما شما عزیز و دوستان امین امرای شما ایره شب نو سو دوډه تیار شوه ده زمنګ هغه محلی غزاد کنال شه هغه سره فرمان تاسو میگه چیزه که تیار است ما از یار است ما از یار است بخیر سلامت باشین بخیر باشین هغه مرولو د خیر سره هغه واره کو هغه مخرو دوډه به مخرو د لدون کی به وینی د کنال هغه محلی غزا خیلی خوب او زمن دغه سره زمین دغه نور کیسه خوب دوستان لطف کردن و زحمت میکشن که غذا را بیارن ما پیشتر هم گفتم دوستان امروز کمک گشنه هم شده بودم یک ذره زیادی کار کردیم خدا سو بسیار زود زحمت کشیدین ایره سه با زمان دو کنالی و استلا ده داد ملمانو دو پارکاری که داغید احترام ده پاره داغید درنوی ده پاره داد سه چی دی ده استاس و دراتک ده پاره نهایت کم دی منگا از استلا رو پکار ده و جتاس رو پاره منگا یو غیا یو پسو ده مالال کرده و استاس مخ ده می خوصه و داری رو دیسیم فدا سو بخیر باشین یعنی همه چیز از سچ کم بوتات نیست همی که گفتین شما فکر کنین که برای ما یا گاو هم حلال کردین محبتتان مهمان نوازیتان لطفتان فراتر و بیشتر از نو است قربانتان من اینجا بعض غذاها رو دیدم که برای ما بیخی نو بود من نیده بودم جای دیگه میشه درباره از نو هم صحبت بکنین و همچنان غذاهای خود محلی ولایت کنر باز انشاءالله آیستا آیستا نان هم میخوریم آیستا ایره سه با در پیش شما که هستن در جواره هستن ایره جواره میگن تقریبا در همه کنر ما ای کش میشه و ای ارد میشه و بگیم که امی اسیا که میگیم پیلا ما از ارد اسیا را میخوریم او را میبینیم او را ارد میکنیم و در تمام کنر در ولسوالی کنر در قریه کنر ای جواره در صبح هم خورده میشن در بشین هم خورده میشن باز که چیز هستن در شب در شب باز غذای برنج هستن برنج کلان بر شما میگیم این غذای محلی هستن و زمنان امی که ما سابو میگیم در سابو زمنگا یو استیلا به ایرش سبلا ده
که خلک پسونم یعنی که پسوم گسپن نمبرش اعلان میکنه یا برش میکشن برش میگه که بیا امرای ما برو یا سبزی و سکلک ما سکلک میگم جواری یک جواری و سابو مخریم آیسته آیسته خیلی بخوریم فداست که بخوریم خوب هستن هوام سرد هستن گشنام شده پروگرام قربان شما بفرمایید بخیر باشین بخیر باشین خوب هستن سردم شده باشه نه نه اما چیز است و گرم هم است بسم الله کرده شروع میکنیم بخیر سبیه برتن نزدیک کنیم که نزدیک باشم شما خیلی مزه‌دار و خوشتم وقت فدا صاحب دیگه اگر اجازه تان باشه میخوایم که همراه همی نان جواری همی سبزی را بخوریم سبزی را بخوریم و دوغ هم بخوریم که این دوغ هم بخوریم غذای محلی گرسی غذای محلی است و با هم یک جای خورده میشه اندیوالا هستن به حساب این سبزی که هستن از مزرعه خود هستن ما پتی برش میگم شوتل دی دا شوتل دغه نره شوګو دی سره به مثال شلشم دی خو لکه ټول زمونږ په دې کلی کې خپل کیږي یا په باغ چوکی کیږي او یا هم داسې په پټو کې کیږي مګم بسوره مت یک طعم مزه‌دار داره یعنی سبزی و نان جواری و سرش هم دوخ قسمی که همیشه گفتیم شاید تکرار هم شده باشه دوستای زندگی جایتون اینجا خالی است کمبود تک تکتون که فعلا برنامه را میبینین احساس میکنم و آرزو دارم که روز بتونیم زیبایی های دیگر هم تقدیم شما عزیزا و نازنین ها بکنیم آهسته آهسته دیگه نان هم میخوریم و از این طبیعت و از این فضا هم لذت میبریم جا داره تشکر بکنم از حامی برنامه ما هم انرژی اتک مشت پرقدرت دوستان ها گفتن همونه که برنج کنر هم زبان زده عام و خاص است و خیلی یک برنج خوب داره که انشاءالله ما بتونیم به برنامه دیگه سر بزنیم و ای که چه قسم کشت میشه چه قسم درو میشه اونا را هم اگر فصلش بود ببینیم و به شما نازنین ها هم به تصویر بکشیم دیگه آیسته آیسته ما و خودم فدا صاحب نان میخوریم و بعد از این کجا بریم بخیر چه باشه منگا دوڑه یو خوالا زمانگا سره با زمانگا درانه کتون کی منگ بزو در چغان تاریخی گونده تا اول تا باقی تا در چغان پا تاریخی گونده بانی خبری کو او آقا با تورخیو چه در سو بجر تاریخ لری و خیلی خوب است که بریم از امو غوندی چغند هم دیدن بکنیم به خاطر کمی شهر اسدآباد گفتیم که گذشته به نام چغند هم یاد میکردن این که چی قصه داره و چرا یاد میکردن دیگه انشاءالله شما در ادامه برنامه بینده باشین امرا با آیسای میریم و قصه های خوب تقدیم شما اجرا میکنیم اسدآباد به نام چغان سرای نیز از آن یاد می شود و یک تپه تاریخی به نام چغان نیز در شمال شهر اسدآباد وجود دارد که حکمرانی چغانی ها را پشت سر گذاشته و دارای ارزش تاریخی می باشد و ما هم می رویم به طرف این تپه زیبا و شما هم هی میدان و تی میدان ما را دنبال کنید. دوستا و عزیزای دل ما فعلا هم رسیدیم به
غوندی چغند یک محل تاریخی در ولایت کنر و بیشتر در مورد از این منطقه هم از شما مشنویم. بخیر باشین ایرس، چون که شما گفتین غوندی تاریخی استن، تاریخ که دارن پیش از میلادم داشتن که سکندر مقدونی اینجا آمده بودن، پس از او باز که تاریخ گرفته و تاریخ آورده. اینجا دورای تاریخ نویس هستن که چغان مشهور به چغتایان هستن یا چغانیان هستن. چغتایا که هستن او خو بچه چنگیز بودن که از چیز آمدن نزدیکی های روسی آمدن. چختای و اوکتای این دو پسر چیز بودن، چنگیز بودن. یا میگن که تاریخی ها میگن که این مشهور به چختای هستن، یا میگن که او بچای چنگیز آمده بودن چختای و اینجا بدوباش کردن، پادشاهی کردن، او از او در مشهور هستن. و دیگه طبقه تاریخ نویس ها میگن که نه، او چختایان نیست، چختایان نیستن، او چغانیان هستن. اونجا باز اینجا باز دورای هستن. یگان نشان میگن تاریخ نویس ها که همه چغانی ها که بودن ای از یک قبیله نورستانی ها بودن. بعضیشان میگن که نه، ای از نورستانی ها نبودن، ای قبیله مستقل بودن، جدا بودن، مستقل بودن. خب با میجا چیزن باچایی داشتن در او طرف ها که بالاستن، در اوجا پستای امنیتی داشتن و ای کندی چغان که بودن که تاریخی بودن، ای یک چیز بودن، مانند یک بالای سار بودن. خب که اون طرف چغسرای که اصلا ناری که اصد آباد میگن اون از چی کنترول میشدن، اون طرف های سین که اصلا اون کنترول میشن و اون طرف دره پیش که اصلا اون کنترول میشن. خب همینجا پادشاهی داشتن. اونجا خب مرکز جا دیگه همینجا بوده، مرکزیت بالاحصار، این بالاحصار بودن و مرکزیتشان میبودن. حالا نمونه از اون بالاحصار کدام جایش مخروبش هم باقی مانده یا خیر؟ نه این چیز هم پیلا نیستن. پس از چغانیا که بودن که پادشاهی چغانیان خاتمه یافتن، پس از او به نام پادشاهی ننگر، پادشاهی ننگر، پادشاهی ننگر که اون امیجا پادشاهی داشتن. تاریخ لیکون که دام وچی دغه د ننګرهار نوم چي دی دا د ننګر د پادشاه سره تړل شوی دی. دا هغه پادشاه و چې دلته په چغان کې پادشاهي درلودله او د دې ځنه وتښتې د هلاکو د زامنو د پګل او د بهرام د لاس نه دا ننګرهار ته لاړ. د ننګرهار ښار بیا اول د ننګرهار ننګر خار په نامه باندې یادېده چې دغه پادشاه د نامه سره وروسته بیا دغه ننګر خار چې و په هار باندې بدل شو. اهلی ننګرهار همیشه به هار کې میگن بله. مربوط به مون نام ننګر میشه، ننګر میشه که از اینجا باز رفتنی. خیلی تشکر، واقعا من خودم هم اینقدر در رابطه با اینجا معلومات نداشتم و یک معلومات خیلی خوب و قصه هایی که روایت حکم روایی های گوناگون میکرد که آمدن و اینجا زیست میکردن. بسیار زیاد تشکر میکنم از خودم آقای جنتگل فدا، عامر ازبق ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت کنر و همچنان یکی از شخصیت های فرهنگی از یک از همی بام تا فعلا کنار ما بودی و صحبت های خیلی خوب و خودمانی داشتیم، لذت بردیم. ناگفتن مونه که از چای هم تشکر میکنم، چون در نان خوردن گفتیم که باید چای بخوریم که تکمیل شود برنامه. حالا خدا را شکر تکمیل شد. اگر حرفی دارین، پیامی دارین، کلامی دارین، کمرای ما هم در خدمتتان است. مننه. بس ټول د خبرونه چې دی منګه د هوادوالو د خوخی د پاره شغه از منګه د افغانستان او پیج زمنګ دغه خاور او پیژنې چې زمنګ په خاور کې څومره لالو نشته، زمنګ خاور کې څومره اقتصادي زسته، څومره طبي منابع منګل رودل ته سندونه لرو، منګ دلته غرونه لرو، دلته من جواهرات لرو، دغه شان زمنګ په د هیواد په هر یو ولایت کې هم دغه شان سشته. زمنګ پیغام به ولسته دا چې دا زمنګ وطن دی. منګ اروپا ته څوک ځي، امریکا ته څوک ځي، هغه وطن نه دی، زمنګ وطن دا دی. په کار دا ده چې منګه د دغه وطن د خایستونو نه خوند واخلو، د دغه د منابعو نه منګه ګټه واخلو. په دې وطن کې داسې څه وکړو چې زمنګه غتللي ورونه، زمنګه غتللي بچي، زمنګه خویندې، زمنګه میندې، هغه بېرته واپس دې خاورې ته راشي او په دې خاوره کې منګه خپل حکومت جوړ کړو، په دې خاوره کې منګه خپل دولت جوړ کړو او دغه ټول بچي او دغه ټول هیوادوال زمنګه بېرته راټول شو، په دې خپل وطن کې منګه خپله زندگی، سرشاره زندگی او سرلوړې زندگی وکړو. به زمنګه لپاره دا افتخار. قربان شما، ډېره زیاته مننه. قربان تاسو، هموطنای عزیزم، آهسته آهسته میبینین که آفتاب هم غروب کرد و ما هم ناگزیر هستیم که از حضور تمام شما خوبان خداحافظی بکنیم. تا برنامه بعد، تا های میدان و تای میدان دیگر، تک تکتان به الله یکتا به همتام سپارم. یشستن افغانستان، تل دوی افغانستان، زنده باد، پاینده باد افغانستان.